رادیو خبرس تقدیم هرگز سازش نکن اثری از کریس واف با صدای سعید جسم بیایید به داستان بازاریاب تلفنی که در ابتدای این فصل براتون تعریف کردم دوباره برگردیم پاسخ به سؤال آیا از نوشیدن یک لیوان آب خوب لذت میبرید؟ مشخصا بله است اما در اصل دوست دارید که داد بزنید و بگید نه همه میدونیم که پس از چنین سؤالهایی ادامه مکالمه تلفنی دشوار میشه به طور خلاصه این امر حاصل تناقض ذاتی در ارزش هاست که ما برای بله و نقایل میشیم در زمان مذاکره بدون شک میخوایم در آخر به بله برسیم اما اشتباها ارزش مثبت بله نهایی رو با ارزش مثبت کلمه بله به طور کلی یکسان میپنداریم و چون نه رو مخالف بله میدونیم فکر میکنیم که نه همیشه بده دروغی بزرگتر از این نمیتونه وجود داشته باشه نگفتن به گوینده احساس امنیت و کنترل میده سوالی مطرح میکنید که بلافاصله پاسخ نه دریافت میکنید و طرف مقابلتون احساس میکنه که با رد کردن درخواستتون ثابت کرده که اون کنترل امور رو در اختیار داره مذاکره کننده های خوب از نه محکم استقبال میکنن و یا حتی دعوت به نگفتن میکنن چون میدونن که نشون دهنده این هست که طرف مقابل فکرش درگیر مذاکره است هرچند اگر از همون ابتدای کار در صدد گرفتن بله باشین این کار طرف مقابلتون رو تدافعی محتاط و تحریک پذیر میکنه به همین دلیل به دانشجوها میگم اگر میخواد چیزی بفروشید با این جمله شروع نکنید چند دقیقه وقت دارید صحبت کنیم؟ در عوض از اونها بپرسید آیا الان زمان بدی برای صحبت کردنه؟ فرقی نمیکنه که در جواب بگه بله زمان بدی و فلان موقع خوبه و یا بگه بله زمان بدیه مزاحم من نشین به عنوان تمرین دفعه بعدی که به تلفنی با شما تماس گرفت سوالاتی رو که میپرسه یادداشت کنید قول میدم متوجه میشید که میزان ناراحتی شما با میزان فشاری که او برای رسیدن به بله بر شما تحمیل میکنه ارتباط مستقیمی داره همکارم مارتی کسی بود که اولین بار من رو آگاه کرد که چرا نه بهتر از بله است در اون زمان مارتی هماهنگ کننده مذاکرات بحران اف بی آی در پیتسبورگ بود اون نابغه مذاکره و بینهایت پر انرژی بود و احترام زیادی در دفتر اف بی آی و پلیس محلی به دست آورده بود اما ذات انسان حسوده و سرفرست اون هم از این قانون مستثنا نبود موفقیت اون رئیسش رو کم اهمیت جلوه میداد و بنابراین تهدیدی برای رئیسش محسوب میشد زمانی که تیم مذاکره کننده گروگانگیر اداره پلیس پیتسبورگ از اون خواستن که نامزد جدید اونها در هیئت انتخاباتی بشه حسادت رئیس به اوج خودش رسید انتخاب زیردست قبل از رئیس حرکت بی ای بنابراین رئیس تصمیم گرفت تا اون رو از سمتش برکنار کنه گفت که علت این کار به خاطر نادیده گرفتن وظایف روزمرهش هست اما در واقع به این علت بود که تهدیدی برای رئیس محسوب می شد. وقتی مارتی به خاطر اخراج رسمیش با رئیس به گفتگونش هست گذینه های اندکی در اختیار داشت رئیس میتونست هر کاری که دوست داره انجام بده مارتی به من گفت که گزینه های مختلفی رو بررسی کرده بود. فکر کرده بود که مستقیما به حسادت رئیس اشاره کنه و در این باره بحث کنه یا توضیح بده که کار اون بازتاب خوبی در اداره آی خواهد داشت. اما هنگامی که با سرپرست رو در رو شد سوالاتی رو انتخاب کرده بود که شدیدترین جوابهای نه که تا کنون شنیدم رو به دنبال داشت مارتی پرسید آیا میخواید FBI خجالت زده بشه؟ رئیس پاسخ داد نه مارتی پرسید میخواید من چی کار کنم؟ رئیس به صندلی چرم مصنوعی دهه پنجاییش که وقتی روش میشست صدای معناداری میداد تکیه داد از زیر عینکش به مارتی خیره شد و سپس به آرومی سرش رو تکون داد رئیس کنترل اوزار رو در اختیار داشت رئیس گفت ببین تو میتونی سمتت رو حفظ کنی فقط به سر کارت برگرد و اجازه نده که با وظایف دیگت مداخله داشته باشه و یک دقیقه بعد مارتی با حفظ سمتش از اتاق بیرون رفت وقتی شنیدم که مارتی چنین کاری کرده خیلی هیجان زده شدم مارتی با تحت فشار قرار دادن رئیسش برای نگفتن اون رو به ناهیهی که در اون تصمیماتش رو اتخاذ می کرد هدایت کرده بود و سپس مارتی با درخواست از رئیس برای اینکه بگه مارتی چه کاری باید انجام بده حس امنیت و قدرت رئیس رو افزایش داده بود نکته مهم اینه که مارتی نه تنها نه رو قبول کرد بلکه در جستجوی اون بود و اون رو با کمال میل پذیرفت در کنفرانس اخیر فروش از شرکت کننده ها سوال کردم که از چه کلمه ای وحشت دارید کل گروه فریاد زد نه از نظر اونها و تقریبا از نظر همه مردم نه تنها یک معنا داره پایان گفتگو اما نه معناش این نیست نه به معنای شکست نیست اگر از اون به صورت استراتژیکی استفاده بشه پاسخی هست که مسیر پیشرو رو هموار میکنه دست یافتن به نقطه ای که دیگه از کلمه نه وحشت نداشته باشید لحظه آزادی بخش که در هر مذاکره باید به اون دست پیدا کنید چون اگر بزرگترین ترس شما کلمه نه باشه قادر به مذاکره نخواهید بود شما گروگان بله هستید به دستاتون دست بند زده و هیچ قدرتی ندارید پس بیایید تصوراتی که از نداریم رو کنار بذاریم نه به معنای تایید دوباره استقلاله به معنای استفاده یا سوء استفاده از قدرت نیست به معنای رد شدن نیست بیانگر دشمنی نیست پایان مذاکرات هم نیست در حقیقت نه اغلب باعث شروع بحث میشه هرچه زودتر نه بگید زودتر مایل به دیدن گزینه ها و فرصت هایی خواهید بود که قبلا به اونها اشراف نداشتید نه گفتن افراد رو به عمل کردن وامی داره زیرا احساس میکنن که امنیت خودشون رو حفظ کردن و حالا فرصتی رو که از دست رفته می دونستن دوباره میبینن چون از کلمه نه برای خودم ابهام زدایی کردم بنابراین تفکرات ادراکات و تجربه هایی که مردم درباره این کلمه دو حرفی دارن در نظرم بسیار جالبه از نظر من مثل اینه که فیلم یا کلیپی از دهه 1980 رو بارها و بارها نگاه کنید شما این تجربه رو درک میکنید در حالی که در عین حال متوجه این واقعیت هستید که جهان و شما دیگه در اون عصر قرار نداره امروزه دانشجوهام رو به گونه ای تربیت میکنم تا نه رو همان گونه که هست ببینن نه به شما یا افرادی که با اونها مذاکره میکنید آسیب نمیزنه بلکه از همه افراد حاضر در معامله محافظت میکنه و به اونها سود میرسونه نه ایمنی، امنیت و احساس کنترل به وجود میاره و یکی از الزامات موفقیت های قابل اجراست نه درنگ، تلنگر و فرصتی برای گوینده است تا آنچه را که میخواد شهر بده همونطور که میبینید نه کارایی های زیادی داره یکی از دانشجوهام به نام بن هوف که جمع کننده اعانه های سیاسی بود این درس رو به نحو احسن پیاده سازی کرد سالها بود که برای جمع آوری اعانه برای نامزدهای کنگره جمهوری خوا، از روش سنتی که دارای الگوی بله بود استفاده می کرد جمع کننده اعانه سلام آیا میتونم با آقای اسمیت صحبت کنم آقای اسمیت بله خودم هستم من از کمیته ایکس تماس میگیرم و میخواستم از شما سوالات مهمی درباره دیدگاهتون در مورد اقتصاد امروزمون بپرسم آیا به عقیده شما قیمت سوخت در حال حاضر بیش از حد بالاست بله قیمت سوخت خیلی بالاست و به خانواده مناسب میرسونه آیا به عقیده شما بخشی از مشکل قیمت بالای سوخت به دموکرات ها مربوط میشه؟ بله رئیس جمهور اوباما آدم بدیه آیا فکر میکنید در ماه نوامبر باید تغییری ایجاد کنیم؟ بله باید آیا میخواید با کمک مالی به فلان کاندیدا در ایجاد تغییر نقشی داشته باشید؟ اگر از لحاظ تئوری به این مکالمه نگاه کنیم پاسخهای بله حداقل ایجاد می میکرد و در پایان مکالمه منجر به کمک مالی میشد اما مشکلی که در واقعیت وجود داشت این بود که الگوی بله سالها بود که به نتایج ضعیفی منتهی شده بود پاسخ سوالات در تمامی مراحل بله بود اما پاسخ آخر همیشه نه بعد از اون بن کتاب جیم کمپ با نه شروع کنید رو در کلاس من خوند و از خودش پرسید که آیا نه میتونه ابزاری برای افزایش ها باشه بن میدونست که دادن آزادی عمل و امنیت به کمک کننده های احتمالی تا به اختیار خودشون به تماس ها پاسخ نبگن کار دشواری برای افراد جمع وری کننده اعانه های مردمی خواهد بود چون برخلاف تمام چیزهایی که تا کنون آموزش دیده بودن اما بن مرد باهوشی بود بنابراین به جای اینکه شیوه رو کاملا عوض کنه گروه کوچیکی از افرادش رو انتخاب کرد تا عمل کرده الگوی نه رو در بازار بسنجه جمع کننده اعانه سلام آیا میتونم با آقای اسمیت صحبت کنم؟ آقای اسمیت بله خودم هستم من از کمیته ایکس تماس میگیرم و میخواستم سوالات مهمی از شما درباره دیدگاهتون در مورد اقتصاد بپرسم آیا احساس میکنید اگر اوضا به همین منوال باقی بمونه روزهای درخشانی پیش روی امریکا خواهد بود؟ نه فقط همه چیز بدتر میشه آیا میخواید بشینید و تماشا کنید که چطور در ماه نوامبر رئیس جمهور اوباما بدون هیچ مبارزه به کاخ سفید راه پیدا میکنه؟ نه میخوام هر کاری که میتونم انجام بدم تا اطمینان حاصل کنم که این اتفاق نمیافته. پس اگه میخواید امروز کاری انجام بدید تا مطمئن بشید که این اتفاق نمیفته میتونید به کمیته ایکس کمک کنید که در راستای اهدافتون تلاش میکنه توجه کنید که چطور آشکارا بلر رو با نه جایگزین میکنه و به آقای اسمیت پیشنهاد میده که در صورت تمایل کمک مالی بکنه آقای اسمیت حالا بر اوزا سواره اون قدرت تصمیمگیری داره و این روش جواب میده و با تغییر قابل توجه شیوه به الگوی نگرا درصد اثر بخشی 23 درصد افزایش پیدا میکنه یکی از نوابق مذاکره مارک کوبان مالک میلیاردر در دالاس هست همیشه یکی از بهترین جملات اون رو در مورد مذاکره برای دانشجوهام نقل قول میکنم هر نه من رو به بله نزدیکتر میکنه اما بعد به اونها یادآوری میکنم که استخراج این نها در مسیر رسیدن به بله چندان هم آسان نیست تفاوت زیادی وجود داره که به طرف مقابل این حس رو بدید که میتونه نه بگه و یا اینکه واقعا اون رو مجبور به نگفتن کنید گاهی اوقات اگر در حال صحبت با کسی هستید که اصلا به حرفاتون توجهی نداره تنها راه نفوذ در اون این هست که حس مخالفت اون رو تحریک کنید یا اینکه نه بگه. یک راه عالی برای انجام این کار این هست که به یکی از احساسات یا خواسته های طرف مقابل برچسب نادرستی بزنید حرفی بگید که میدونید کاملا اشتباهه مثلا خب به نظر میرسه که واقعا مشتاقید که کارتون رو از دست بدید در حالی که به وضوح میخواد سر کارش بمونه این کار طرفتون رو مجبور میکنه تا به شما گوش کنه و با گفتن نه حرفتون رو اصلاح کنه و بگه نه اینطور نیست بلکه فلان طوره راه دیگه ای که برای تحمیل کردن نه در مذاکره وجود داره این هست که از طرف مقابل بپرسید چه چیزی نمیخواد مثلا بیا درباره چیزایی صحبت کنیم که پاسخ تو به اونها نه هست و افراد در این گونه موارد به راحتی نمیگن چون به منزله محافظت از خودشون هست و هنگامی که افراد رو مجبور به گفتن نه میکنین آزادانه تر به سمت گزینه ها و ایده های جدید حرکت کنید اگر با وجود تمام تلاش هایی که انجام میدید طرف مقابل نه نگه شما با افرادی سر و کار دارید که دو دل و یا سردرگم هستند و یا برنامه های پنهانی دارند در چنین مواردی فقط باید مذاکره رو پایان بدیم